سلام به کانال من، خیلی خوش اومدید. من تارا هستم و توی این ویدیو قرار برای همیشه با کیک شدن آرایشمون خدافزی کنیم. میخوایم از اول شروع کنیم، ببینیم کجای راه اشتباه میرفتیم که آرایشمون کیکی میشده. اولین چیزی که میتونه توی کیکی شدن آرایش واقعا تأثیر داشته باشه محصولات مراقبت پوستیمونن و باید به 3 تا نکته توی این قسمت توجه کنید. اولیش انتخاب مناسبه. انتخاب مناسب یعنی چی؟ یعنی اون محصول باید مناسب نوع پوست تو باشه، یعنی اگر پوست چربه مناسب پوست چرب باشه، و دوم مناسب خود تو باشه. خیلی چیزها هستن مناسب پوست چربن ولی به تو نمیسازه، در نتیجه باید مناسب تو باشه. دومی نحوه زدن و مقدارشه. یعنی چی؟ بعضیا هستن انقدر کرمینا کم میزنن که اصلا به همه جای پوستشون نمیرسه، در عوض بعضیا انقدر زیاد میزنن که لایه لایه با از روی پوستشون برداری، و همین اضافه کرم اینا توی کیکی شدن آرایش خیلی تاثیر داره. و اینکه بین هر چیزی که میزنید حداقل 10-20 ثانیه صبر کنید که قشنگ اون محصول جذب شه. یعنی تونر میزنید 10-20 ثانیه صبر کنید، سرم میزنید 10-20 ثانیه صبر کنید، بعد برید کرم ضد آفتاب. وقتی شما همه چی رو پشت سر هم بزنید و اجازه ندید محصول قبلی جذب شه، اینا روی هم میماسن و باعث کیکی شدن آرایشتون میشن. سومی ترتیب زدنه. این از همهشون مهمتره. یعنی شما اگه توی محصولات مراقبت پوستید بیشتر از یه دونه محصول داری که میخوای استفاده کنید، ترتیب زدن خیلی خیلی مهمه. خب ترتیب زدنش اینجوریه که اول شوینده میزنید، پوستتون رو خشک میکنید، تونر، اسانس، سرم آبرسان، مرطوب کننده، کرم ضد آفتاب اگر که روز هست، بعد روغن اگر میزنید، بعد کرم دور چشم و لیپ بام. که اگر لیپ بام میزنید قبل از اینکه روج لب بزنید، لیپ بامتون رو با دستمال پاک کنید، چون همون لیپ بام باعث میشه که ماندگاری روج لبتون کم بشه و زودتر پاک شه. حالا همه این مراحل رو درست رفتیم، میرسیم سراغ خود میکاپ. توی میکاپ هم انتخاب مناسب، نحوه زدن، مقدارش و زمان واسه جذب خیلی مهمه. ولی در کنارش استفاده از یه سری چیزا هم به کیکی نشدن میکاپتون کمک میکنه که الان با هم دیگه انجام میدیم. اولین چیز توی میکاپ پرایمر. پرایمرا شاید به ظاهر چیز ساده‌ای بیان، ولی به غیر از اینکه چین و چروک و منافذ پوستتون رو می‌بندن و پوستتون رو صاف می‌کنن، در اصل پوستتون رو آماده میکاپ می‌کنن و موندگاری میکاپتون رو بالا می‌برن. پس اگر تا الان از پرایمر استفاده نمی‌کردین، واسه اینکه موندگاری میکاپتون رو بالا ببرید، حتما از یه پرایمر مناسب پوست خودتون استفاده کنید. خب من از اونجایی که پوستم چربه، دارم از پرایمر مات کننده بنفیت دی پروفشنال استفاده میکنم. برای زدن پرایمر میتونید از انگشتاتون استفاده کنید یا از این براش های مسطح فاوندیشن، و بهترین راه اینه که به صورت ضربه ای اینجوری پرایمر رو توی منافذتون هل بدید که قشنگ منافذ رو بپوشونه و پوستتون رو یک دست کنه، و خیلی بیشتر جاهایی که منافذ باز و چین و چروک دارید کار کنید. حالا 10-20 ثانیه اجازه بدید که پرایمرتون جذب شه، بعد برید سراغ کرم پود. و توی همه مراحل این اجازه جذب رو داشته باشید. فقط من دیگه هی نمیگم چون میخوام ویدیو کوتاه‌تر بشه، ولی شما یادتون باشه به مقداری که کرم پود رو میزنید خیلی توجه کنید. اونقدر زیاد نزنید که روی صورتتون بمونه و بماسه و آرایشتون رو کیکی کنه. و واسه زدن کرم پود باز میتونید از اسفنجای آرایشی، از این کابوکی براشا یا از این براشای مسطح فاوندیشن استفاده کنید. من میخوام از این کرم پودر اسمش باکس استفاده کنم و با استفاده از این براش های مسطح آروم در جهت خواب موام کرم پودر رو روی صورتم میزنم. بعد با استفاده از یه اسفنج که از قبل خیسش کردم و نم هست، شروع میکنم به صورت ضربه ای بلند کردنش. کلا کرم پودرتون رو به صورت ضربه ای کار کنید و بلند کنید. ضربات خیلی باید آروم باشه و اصلا محکم نزنید، چون وقتی محکم ضربه میزنید اون کرم پودر رو از سر جاش بلند میکنید. حالا میریم سراغ کانسیلر. قبلا همه چیز در مورد کانسیلر بهتون یاد داده بودم، یکی توی هایلایت کانسیلر، یکی هم توی دوتا آی جی تی وی هست که درباره کانتور و کانسیلر هست. همه چیو در موردش بهتون گفتم که چه جوری بزنید، کجا بزنید، به چه دردی میخوره. و الان فقط بهتون بگم که کانسیلرم باز زیاد نزنید که زیر چشمتون رو مخصوصا کیکی نکنه. من از برند تارت شیک تک کانسیلر استفاده میکنم و هر جایی که لازمه رو کانسیلر بزنید. قبلا بهتون همونجور که گفتم یاد دادم که کجاها میتونید کانسیلر بزنید. زیر چشمتون رو که میخواین کار کنید، قشنگ به بالا نگاه کنید که توی چروکا رو پر کنید. واسه بلند کردنش باز میتونید از همین
براش های کانسیلر، چه اون بلندینگش، چه از این مسطح یا اسپنج استفاده کنید، فرق نمیکنه، فقط به صورت ضربه ای کار کنید. مرحله بعدی فیکس کردنه که جز واجباته، یعنی اگر فیکس نکردی آرایش تو، احتمال اینکه کانسیلر و کرم پودرت کیکی شه خیلی زیاده. من واسه این کار از برند میک آپ فور ایور سوپرمن لوس پاودر استفاده میکنم که واقعا پودر خوبیه و واسه این کار میتونید از براش فلافی استفاده کنید یا از اسفنج. من میخوام بهتون دو مدل رو یاد بدم، اولیش با براشه که فقط در حد فیکس کردنه و دومیش بیک کردنه. میخوام بهتون یاد بدم چجوری بیک کنید ولی کیکی نشه صورتتون، چون اگر پوست خشکی داشته باشید زیاد نمیتونید از پودر استفاده کنید و استفاده از پودر صورتتون رو کیکی میکنه. این اولیش با براش که میزنم و خیلی کم، ببینید این در حد فیکس کردنه. پشت چشمتون رو حتما فیکس کنید، چون این خطا میفته و قشنگ معلوم میشه بعد از اینکه کانسیلرتون خشک شد. به این میگن فیکس کردن. بیک کردن یه تکنیکه و باعث میشه که اون قسمت روشن‌تر شه و خب 100% دوتاش ماندگاری آرایشتون بالاتر میبره و من این بیک کردن رو خیلی توصیه میکنم، مخصوصا واسه مجالس و یه روز طولانی که مثلا میخواین یه میکاپ خاص داشته باشید. ببینید مقدار بیشتری از اون پودر رو میزنم و قشنگ معلومه، قشنگ بزنید، بذارید بمونه. بیک کردن نیاز داره که قشنگ یکم روی صورتتون بمونه، حدوداً 10 دقیقه روی صورتتون بمونه و بعد آروم با براش برش میدارید. این بالا رو فقط یکم میذارم، زیاد نیاز به بیک کردن نداره. ولی اگر پوست خشک دارید، حالا میخوام بهتون اینو بگم، از اسپری فیکس حتما استفاده کنید. بعدش از اسپری فیکس که استفاده کنید، این پودری بودن بیکو میگیره، آب میکنه توی صورتتون و قشنگ بهتر میشه روی صورتتون و دیگه صورتتون کیکی نمیشه. خب حالا که 10 دقیقه گذشته، من با همین براشی که این طرفو فیکس کردم شروع میکنم آروم پودرای اضافه این طرفو که بیک کردم و برمیدارم. خیلی ملایم کار کنید. الان شما به این دو طرف که نگاه کنید، بخواید مقایسه کنید، متوجه میشید این طرف قشنگ روشن‌تره و این بیک ماندگاری میکاپ رو خیلی خیلی بیشتر میکنه، فیکس هم بیشتر میکنه، ولی این خیلی بیشتر میکنه. این روش فیکس کردن یا بیک کردن و واسه هر جایی از صورتتون که عرق میکنه یا چربی داره یا اینکه منافذ باز داره میتونید استفاده کنید، مثل تیزون یا خط خنده، خط پیشونی، هر جایی میتونید استفاده کنید. که من واسه این قسمت ها ترجیح میدم در حد فیکس برم و دیگه نیاز نیست که بیک انجام بدم. ولی حالا به خاطر اینکه نمیخوام بین این دوتا تناقض ایجاد بشه، این طرف هم بیک میکنم که دو طرف یه رنگ باشن. حالا تا این برای خودش بیک شه، ما میریم سراغ کانتور. اگه که پوستتون خشکه، سمت کانتور پودری نرید و از کانتور کرمی یا مایع استفاده کنید. ولی اگر هم خواستید از کانتور پودری استفاده کنید، در نهایت از اسپری فیکس استفاده کنید. از اونجایی که من پوستم چربه، راحت میتونم از کانتور پودری استفاده کنم. من میخوام از برند میک آپ فور ایور آرتیست فیس کالر استفاده کنم و خب از یه براش کانتور که حالت زاویه دار و کج هست استفاده میکنم. ولی یادتون باشه حالا چه کرمی زدید چه پودری، کانتور فرقی نمیکنه، به صورت ضربه ای کار کنید. بعدش میریم سراغ رژگونه و هایلایتر که من باز از همون برند میک آپ فور ایور آرتیست فیس کالر میخوام استفاده کنم و باز رژگونه رو به صورت ضربه ای کار کنید. یه براش رژگونه بردارید، بعد به صورت ضربه ای آروم، خیلی آروم ضربه ای کار کنید تا به اون پیگمنتی که میخواییم برسید. قبل از اینکه بریم برای هایلایتر، من میگم اگر از اسپری فیکس استفاده کنیم خیلی عالی میشه، همون پودرا رو آب میکنه توی صورتمون، همین که اون هایلایتر رو قشنگتر روی صورتمون میشونه. من واسه این کار از اسپری فیکس پلاس مک استفاده میکنم. بهش اجازه بدید یه 10-20 ثانیه روی صورتتون بشینه تا قشنگ جذب شه و بعد هایلایتر بزنید. هایلایتر هم باز از برند میک آپ فور ایور آرتیست فیس کالر هست که شماره همه اینا رو براتون توی کپشن می‌نویسم. یه کار دیگه که میتونید بکنید، اگر نمیخواید به کل صورتتون اسپری فیکس توی این مرحله بزنید،
یکم براشتون رو خیس کنید یا اسپری فیکس بهش بزنید و بعد بزنید تو هایلایتر، دقیقا همین تاثیر رو داره، پیگمنت هایلایترتون رو بیشتر میکنه و قشنگ هایلایترتون روی صورتتون آب میشه و میشینه. اگه همه این مراحل رو انجام دادی دیگه خیالت راحت باشه که آرایشت کیکی نمیشه. الان فقط یه آرایش چشم و لبم مونده که توی آرایش چشم فقط همون بکران کانسیلر مهم بود که انجام دادیم با هم دیگه، و توی لب بهتون گفتم که اگر لیپ بام میزنید قبل از زدن رژ لب حتما پاکش کنید اون لیپ بامو. بعد دیگه تمام، در آخر سر هم دوباره اسپری فیکس میزنید و خیالتون راحت باشه توی اون روز دیگه اصلا آرایشتون کیکی نمیشه. خب من خیلی سریع رفتم آرایشم رو کامل کردم و اومدم و همونجور که بهتون گفتم آخر سر دوباره یه بار اسپری فیکس میزنیم. خب اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و دیگه میکاپاتون کیکی نشه. لایک و کامنت یادتون نره و این ویدیو رو حتما سیو کنید چون خیلی به دردتون میخوره. مرسی از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو دیدین. تا یه ویدیو دیگه و یه آموزش دیگه، خدافظ.